ساعت 10 به وقت تهران بیننده یک بخش خبری از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حمله گسترده اسرائیل به نیروهای دریایی و هوایی حماس. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته گسترش حمله به مناطق مختلف غزه ادامه خواهد یافت. همزمان با اعلام حکم یک شهروند فرانسوی زندانی در ایران، پرونده یک شهروند سوئدی هم به دادگاه فرستاده شد. و ادامه دشمنی جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری. وزارت ارشاد از انتشار تصویر فاطمه معتمدآریا و باران کوثری در تبلیغات فیلم سینمایی عامه پسند جلوگیری کرد. ارتش اسرائیل میگوید از آغاز عملیات زمینی در غزه 130 ورودی تونل‌های حماس را نابود کرده است. همزمان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد به یک پایگاه سپاه و نیروهای نیابتی ایران در سوریه حمله کرده. اسرائیل از حمله جت‌های جنگنده خود به مواضع حزب الله در لبنان در پاسخ به حملات اخیر این گروه خبر داد. به گزارش ارتش اسرائیل، یک انبار مهمات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفته. پیشتر در حمله موشکی حزب الله به شمال اسرائیل دو سرباز این کشور زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که تعداد نیروهای کشته شده این کشور در جنگ با حماس به 352 نفر رسیده. همزمان رسانه‌های فلسطینی از درگیری سنگین میان نیروهای اسرائیل و حماس در نزدیکی اردوگاه اشاتی در غرب غزه خبر دادند. به گزارش این رسانه‌ها، اسرائیل همچنین در حال حمله هوایی به مناطق شرقی رفح در جنوب نوار غزه است. این در حالی است که ارتش اسرائیل میگوید از آغاز عملیات زمینی در غزه 130 ورودی تونل‌های حماس را نابود کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته ارتش این کشور خسارات گسترده‌ای به نیروهای هوایی و دریایی حماس وارد کرده. دانیل هاگاری تأکید کرد ارتش اسرائیل به حمله به غزه ادامه می‌دهد و تونل‌های مجاور مکان‌های غیر نظامی را از بین می‌برد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که تونل حماس را در نزدیکی مدرسه آژانس امدادرسانی سازمان ملل در شمال نوار غزه منهدم کرده است. در طرف مقابل، مقام‌های فلسطینی از کشته شدن 19 نفر در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی بیمارستانی در اردوگاه آوارگان غزه خبر دادند. همزمان روز چهارشنبه از طریق کریدور بشردوستانه‌ای که اسرائیل ایجاد کرده، حدود 50,000 نفر از شمال غزه به سمت جنوب این باریک رفتند. و شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم همراه ما هستن. آقای مدرس، رفته رفته اظهار نظرهایی در مورد آینده غزه شنیده میشه. با توجه به صحبتها و واکنشهایی که شده، فکر میکنین که چه کشور یا چه سازمانی با چه ترتیباتی مسئولیت نوار غزه پس از حماس رو بر عهده خواهند گرفت؟ درود بر شما. ببینید، اون چه که مشخصه اینه که اسرائیل در این لحظه داره به سمت تضعیف حداکثری حماس پیش میره و اصلا و ابدا حاضر نیست از اون هدفی که در نظر گرفته بخواد به هر شکلی فرونشین کنه و یا بخواد کوتاهی کنه در رسیدن به اون. کاملا جدی این بحث رو داره پیش میبره. اما اون چه که مطرح هست اینه که حماس اساسا یک سازمان تروریستی اسلامگرای سیاسی است. برای مبارزه با چنین سازمانی شما نیاز دارید در بخشی اول بیایید زیر ساخت ها رو از بین ببرید، سپس به سمت تضعیف حداکثری برید. اما اون بحثی که مطرح اینه که بشه با این ایده هم مقابله کرد. برای اینکه با این ایده مقابله کرد، باید اسرائیل بتونه یک پروسه کلی رو مبنی بر درادیکالایزیشن، یعنی یک خلاف بنیادگرایی رو بتونه در اون منطقه پیاده کنه. برای اینکه بتونه به این هدف برسه، نیاز داره به سطحی از صلح و آرامش نسبی که بخواد اونجا برقرار شه. در موقعیت فعلی اسرائیل حاضر نیست این بار حقوقی و این بار مسئولیت رو قبول کنه که بخواد بره خودش در اون بخش غزه شروع کنه به حکمرانی کردن، و اصلا چنین چیزی مشکلات زیادی میتونه چه از نظر حقوقی چه از نظر سیاسی برای حتی خود اسرائیل ایجاد کنه، که به هر حال در سیستم حکمرانی خودش خصوصا حالا قبل از شروع این حمله دچار بحران‌های متعددی شده بود. در چنین شرایطی تنها گزینه، نه بهترین گزینه اما تنها گزینه‌ای که روی میز هست، استفاده از تشکیلات خودگردان فلسطینی هست برای اینکه یک بار دیگه اینها بخوان برگردن
به منطقه غزه و به نوعی میشه گفت کنترل نوار غزه رو هم در دست بگیرد در کنار کرانه باختری. خب تشکیلات خودگردان پیش از این به هر حال تا حدی خودش رو تونسته نشون بده در زمینه اوکراینی، هر چند هم که موفق نبوده و هر چند مشکلات زیادی داشته، اما حداقل با اون رویه خشن و تروریستی حماس متفاوت عمل کرده. به خاطر همین تنها گزینه موجود این هست، اما این احتمال زیاد هست که اسرائیل بخواد بیاد روابط خودش رو با کشورهای عربی بهبود ببخشه و مستحکم تر کنه با استفاده از این که از چند کشور عربی از جمله به عنوان مثال عربستان سعودی بخواد که بر کار تشکیلات خودگردان در این منطقه نظارت داشته باشند به عنوان یک ناظر که عمدتاً خب حق رأی نداره، حق تصمیم گیری در پروسه های سیاست ورزی اوکراینی رو نداره، فقط به عنوان یک ناظر. از سوی دیگه در حالی که چنین زمزمه های هست، ما شاهد این بودیم که وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی اعلام کرد دیروز که هنوز رسیدن به یک صلح پایدار با اسرائیل وجود داره امکانش برای ما. وقتی که شما این قطعات پازل رو کنار هم میگذارید به نظر میرسه این استراتژی باشه که اسرائیل در این لحظه پیش گرفته باشه. آقای مدرس، همزمان دبیرکل سازمان ملل هم از راه حل دو کشوری پس از پایان جنگ صحبت کرده. چقدر فکر میکنی این راه حل اگر واقعا اراده سیاسی برای تحقق اون وجود داشته باشه امکان پذیر هست؟ اگر کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. در حال حاضر با توجه به سطح تنش‌ها امکان این که بخوایم به ایده دو کشور مستقل به صورت کامل برسیم وجود نداره. اون چه که به نظر میرسه اینه که باید ابتدا تشکیلات خودگردان فلسطین به نوعی میشه گفت تجربه شه، ببینیم آزمون خودش رو چطور میخواد پس بده در منطقه غزه و بعد حرکت کنیم. ایجاد دو کشور مستقل یک شبه امکان پذیر نیست، کما اینکه در این دهه‌های گذشته هم امکان پذیر نشده. بله، سپاس از شما شایان مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از روم همراه ما بودید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در بیانیه اعلام کرد دو جنگنده F-15 این کشور یک انبار تسلیحات و مهمات مورد استفاده سپاه و نیروهای وابسته به آن را در شرق سوریه بمباران کردند. وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر آمادگی کامل آمریکا برای حفاظت از شهروندان و تأسیسات خود خواستار توقف اقدام‌های تنش‌آفرین گروه‌های نیابتی ایران شد. فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه سنتکام هم تایید کرد که به پایگاه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه حمله هوایی کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در حساب شبکه ایکس خود نوشت این حمله واکنشی به حمله‌های مکرر علیه مواضع نیروهای آمریکا در عراق و سوریه بوده است. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل 40 حمله از سوی گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی علیه مواضع آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در منطقه انجام شده. این حملات خسارت‌های مالی اندکی در پی داشته. نیروهای آمریکایی و ائتلاف مجموعاً 22 بار در عراق و 18 بار در سوریه هدف قرار گرفتند. گفته شده در جریان این حملات شماری از نیروهای آمریکایی دچار آسیب‌های روحی شدند. یک مقام نظامی آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با الشرق تایید کرده حوثی‌های یمن یک پهپاد آمریکا را سرنگون کردند. حوثی‌های یمن با انتشار تصاویری ادعا کرده بودند که یک هواپیمای بدون سرنشین MQ ریپر نیروی هوایی آمریکا را بر فراز دریای سرخ هدف قرار داده و سرنگون کردند. کارشناسان می‌گویند هدف قرار دادن این پهپاد پیشرفته با یک موشک زمین به هوای K-12 یا SAM-6 ساخت روسیه صورت گرفته. این موشک از روی کامیون پرتاب می‌شود و با سوخت جامد کار می‌کند. رویترز هم به نقل از دو منبع آگاه از حمله یک پهپاد انتحاری به پایگاه هوایی حریر محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل خبر داد. منابع محلی در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در شمال این شهر را تایید کردند. به گفته این منابع آنها صدای پدافند هوایی را شنیدند که برای هدف قرار دادن پهپادهای انتحاری فعال شدند. از آغاز درگیری‌های حماس و اسرائیل، پایگاه الاسد در جنوب اقلیم کردستان، پایگاه هوایی اربیل عراق و همچنین پایگاه‌هایی در جنوب عراق از سوی نیروهای مورد حمایت ایران مورد حمله قرار گرفتند.
همزمان 47 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک نامه مشترک دو حزبی از کاخ سفید خواستند حوثی‌های یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. این نمایندگان می‌گویند این گروه باید در فهرست گروه‌های حامی ترور قرار گیرد، چون با شلیک موشک از فراز دریای سرخ جبهه جدیدی در جنگ اسرائیل و حماس باز کرد. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ساعتی پیش در گفتگویی به ما گفت که تهران دچار اشتباه محاسباتی شده، ولی در صورت رسیدن تلفات انسانی به سربازان آمریکایی و افزایش فشار افکار عمومی در داخل آمریکا، دولت بایدن ممکن است با ایران مستقیما درگیر شود. اگر بخوایم بر اساس الگوی اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده در این یک ماه نگاه کنیم، ایران یا گروه‌های نیابتی ایران سطح تنش رو بالاتر بردن. آقای السودانی یک پیام خیلی مشخص از طرف آمریکایی‌ها برای مقامات ایرانی برد و با بالاترین مقامات ایرانی هم ملاقات کرد. من میتونم گمانه‌زنی کنم که بر اساس صحبت‌هایی که حسن نصرالله هم داشت، احتمالاً این پیام این بوده که اگر نیروهای نیابتی ایران آمریکایی‌ها رو در عراق و سوریه هدف قرار بدن و تلفات جدی به اونها وارد بشه، آمریکا مستقیماً به خود ایران پاسخ خواهد داد و ایران رو در واقع هدف قرار خواهد داد. اما بعد از اینکه این پیام رو آقای السودانی بر مقامات ایران برد، ایرانی‌ها یا گروه‌های نیابتی ایران 8 حمله دیگه به آمریکایی‌ها انجام دادن و دامنه این حملات هم گسترده‌تر شد، یعنی از عراق و سوریه به دریای سرخ و حوثی‌های یمن هم کشیده شد. اگر که همین الگو رو بخوان در واقع ادامه بدن، ما شاهد افزایش سطح تنش‌ها خواهیم بود و البته که ممکنه که در روزهای آینده هم یک تغییر سیاسی اتفاق بیفته. این تغییر در واقع رفتار و بالا بردن سطح تنش هم من فکر میکنم که مرتبط با یک محاسبه تهران هست و اون همین است که در واقع آقای بایدن در سال آخر ریاست جمهوریش و با توجه به اهمیت چین و جنگ اوکراین در جایگاهی قرار نداره که بخواد مستقیما با ایران وارد درگیر بشه و وارد یک جنگ منطقه‌ای بشه، که البته این میتونه یک اشتباه محاسبه باشه، چون اگر که آقای بایدن در داخل تحت فشار داخلی قرار بگیره و ضعیف نشون داده بشه، ممکنه که ناچار بشه برای اینکه پاسخ بده و عملاً به خاطر یک اشتباه محاسبه وارد یک درگیری منطقه‌ای بشیم. یعنی اگر که ایران حملاتی نیروهای نیابتی ایران انجام بدن که موجب تلفات جدی به سربازان آمریکایی بشه، احتمال داره که آقای بایدن ناچار بشه برای اینکه در داخل آمریکا ضعیف نشون داده نشه، این در واقع سیاست رو تغییر بده و مستقیما ایران رو هدف قرار بده. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 17 آبان ماه حکم یک شهروند فرانسوی زندانی در ایران را اعلام کرد و پرونده یک شهروند سوئدی را به دادگاه فرستاد. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه محکوم شدن لوی آرنو تبعه فرانسوی به 5 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب در تهران را محکوم کرد و آن را غیر قابل پذیرش خواند. به غیر از لوی آرنو، 3 شهروند فرانسوی دیگر به نامهای سیسیل کولر و همسرش ژاک پاری و فرد دیگری که هویت او اعلام نشده در ایران زندانی هستند. پاریس از فرانسوی‌های زندانی در ایران به عنوان گروگان‌های دولتی نام می‌برد. همزمان بنابر اعلام مقامات قوه قضاییه ایران، پرونده یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا به دادگاه ارسال شده است. فلودروس 28 فروردین 1401 در جریان سفر گردشگری به ایران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. او تا پیش از دستگیری چندی مرتبه برای سفرهای تجاری مرتبط با اتحادیه اروپا به ایران سفر کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. آقای علیزاده، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این حکم رو غیر قابل قبول و اتهامات آقای آرنو رو بی اساس خونده. فکر می‌کنیم پاسخ فرانسه به این حکم چقدر بازدارنده هستش و اصلا چه کمکی به آرنو می‌کنه؟ خب البته فرانسه خودش می‌دونه در حلقه‌ای از حلقه‌های کشورهای اروپایی که طرف نوعی تنازع با تهران قرار داره، تا حالا چندین تن از اتباعش در تهران به همین روش بسیار کثیف دستگیر شده بودن. البته خانم عادل خواه که تابعیت دوگانه داشته اخیراً آزاد شده، ولی همونطور که گفتید این شخص و 3 فرانسوی دیگه دستگیر شدن. یورونیوز اعلان کرده مجموعاً 12 تن از اتباع
دوتابعیتی اروپایی یا تکتابعیتی اروپایی الان در تهران در همین وضعیت قرار دارن. اما چرا این تعداد زیاد؟ به نظر میرسه که مثل روال گذشته‌ای که تهران وارد برای خودش کارت بازی درست میکنه با گرفتن این افراد تا بعداً تبادلی رو انجام بده، به نظر میرسه که شاهماهی که اونها به دنبالش هستن آزادش کنن و بعداً فخری بفروشن آزاد کردن حمید نوری هستش. همونطوری هم که اشاره کردید این یک فرد سوئدی که در واقع یک دیپلمات اروپایی هم بوده دستگیر شده. در مورد این شخص فرانسوی جالب این هستش که اساسا دسترسی کنسولی بهش نبوده، یعنی مقامات سفارت فرانسه بهش هیچ تماسی نتونستن برقرار کنن. از اون بدتر وکیل هم نداشته. نوری که روال بسیار بدی که وجود داره این هستش که افرادی که خصوصا زبان فارسی بلد نیستن کاغذی رو جلوش میگذارن بدون اینکه بدانه در متن فارسی چه نوشته شده، مجبورش میکنن امضا کنه و او مثلا تو اونجا معترف شده که من جرم جنایتی رو اشتباهی رو انجام دادم. ولی در کلیت همونطور که گفتم این بازی کثیف که بارها و بارها تکرار شده به منظور این هستش که یک کارت بازی در دست تهران ایجاد بشه برای منازعاتی که دارن، برای اینکه متقابلا فرد دستگیر شده از اتباع جمهوری اسلامی رو در اروپا مثلا آزاد کنن، به این روش میخوان که برای خودشون کارت بازی درست بکنن. آقای علیزاده، این سیاست جمهوری اسلامی که بسیاری اون رو اهرم فشار دیپلماتیک یا گروگانگیری دولتی یا اونجوری که شما عنوان کردین کارت بازی نامیدین، تا کجا میتونه در واقع ادامه داشته باشه؟ خب واقعیت تلخ اینه که پیش از این موارد بسیار متعددی رو داشتیم. الان همونطور که گفتم لااقل به گفته یورونیوز 14-12 نفر در این وضعیت قرار دارن. پس از این هم میتونه تکرار بشه و خب اونها فقط به دنبال تبادل هستن، اما بعد از اون چه آبروریزی خواهد شد براشون مهم نیست. مثال خیلی روشنش یک تبعی لبنانی بوده که هیچ تبعی کشورهای دیگه هم نبود، فقط لبنانی بوده. به دعوت خانم مولاوردی هم به ایران رفته و برای یک سمپوزیوم علمی به نام آقای نزار زکا گفتن که جاسوس هستش. ولی جالب این هستش که حزب الله لبنان آمد وساطت این رو کردش که این رو آزادش بکنه و وقتی هم که تهران آزادش کرد، رئیس جمهور لبنان هواپیمای شخصی خودش رو با همراه رئیس پلیس لبنان به تهران فرستادن که این به اصطلاح جاسوس رو با احترام ببرن و به محض ورود به بیروت رفت به کاخ ریاست جمهوری. خب ببینید جمهوری اسلامی با کشور لبنان که این روابط تنگاتنگ داره یه همچین فردی رو هم دستگیر میکنه نزار زکا و با خفت و خواری پس میده، بعد آخرم از حرف خودش کوتاه نمیاد که این جاسوس نبوده است. متاسفانه این وضعیت پیش از این وجود داشته، الان هم وجود داره. میشود حدس زد که این بازی کثیف برای بعد از اینها هم ادامه داشته باشه. بله، سپاس از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل لندن همراه ما بودید. کانال دانشجویان پیشرو از انتقال یک دانشجوی دختر واحد سوهانک دانشگاه آزاد تهران پس از درگیری بر سر حجاب اجباری به بیمارستان خبر داده است. به گزارش این کانال دانشجویی، حراست دانشگاه ابتدا به بهانه کارت دانشجویی و سپس عدم رعایت حجاب اجباری مزاحم این دختر دانشجو شده و او را در راه رو هل داده و به زمین انداخته است. دانشجوی معترض پس از حمله ماموران حراست و به زمین افتادن دچار حمله تیک عصبی شده و فریاد کشیده. در ادامه با توجه به وضعیت ناپایدار این دانشجو، او با رسیدن آمبولانس اورژانس به بیمارستان منتقل شده. ایران اینترنشنال نمیتواند مستقلا این خبر را تایید کند. و اما وزارت ارشاد اجازه نداد از تصاویر فاطمه معتمدداریا و باران کوثری در تبلیغات فیلم سینمایی عامه پسند حتی روی سردر سینماهای نمایش دهنده استفاده شود.
سهیل بیرقی کارگردان فیلم گفته تصاویر این دو بازیگر زن از اقلام تبلیغاتی فیلم نیز حذف می شود. باران کوثری و فاطمه معتمدداریا از جمله بازیگران زن سینمای ایران بودند که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته حجاب اجباری را کنار گذاشتند. مدیر اداره نظارت سازمان سینمایی هفته پیش اعلام کرد باران کوثری و فاطمه معتمدداریا و 18 بازیگر زن دیگر به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری دیگر اجازه فعالیت ندارند. و علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما هستند. آقای مصلح، پخش یک فیلم سینمایی بدون تصویر بازیگرانش بر سردر سینما اقدامی عجیبه و اگه نگیم بی سابقه کم سابقه است. چطوره که این فیلم با بازی این بازیگران در حال پخش اما تصویرشون بر روی پوستر ممنوع شده؟ ببینید، دلیلش اینه که همونطور که گفتید نزدیک به 20 بازیگر زن رو ممنوع کار کردن. اینها در میان اینها بازیگران سرشناسی هستن که در چندین فیلم در همین دو سه سال اخیر بازی کردن و اینها از زمان شیوع کرونا و بعد در واقع اعتراضات 1401 پشت صف اکران موندن، یا بعد همه این فیلم ها رو توقیف میکردن که تا یه مدتی همین طور بود، یا اینکه بر اثر فشار تهیه کنندگان که سرمایهشون به اصطلاح راکت مونده بود مجوز صادر میکردن. فقط هم سینما نیست، شبکه نمایشخانگی هم هست. اینها به این نتیجه رسیدن که هر چی فیلم و سریال با حضور این بازیگران هست رو مجوز بدن. کما اینکه مثلا در همون بوهبوه اعتراض ها دیدیم سریال سعود با بازی حمید فرخ نژاد رو مجوز دادن. مسئله ولی اینه که الان کارگردان فیلم گفته که وزارت ارشاد گفته در واقع اجازه درج تصویر خانم معتمدداریا و خانم کوثری در همه اقلام تبلیغاتی رو ندارید شما، و ایشون خودش گفته در همبستگی با ایشون عکس هوتن شکیبا بازیگر مرد رو هم نمیذاره، یک جور اعتراض. به همین دلیله که میبینیم این سردر سینما بدون تصویر بازیگرانش در واقع نصب میشه و در تبلیغات فضای مجازی هم فکر میکنم به همین شکله. در واقع این یک جور اکت اعتراضی و این اون حرف معاون نظارت سازمان سینمایی رو زیر سوال میبره، برای اینکه گفته بود ما این کار رو داریم میکنیم، یک منتی گذاشته بود که صاحبان فیلم ها ضرر نکنن. الان سوال اینه که وقتی یک فیلم، این فیلم مال 3 سال پیش تولیدش، وقتی یک فیلم حالا در یک دریچه خیلی محدودی فرصت اکران پیدا کرده، وقتی عکس بازیگرانش حتی نباشه، چجوری مثلا همین مخاطب باقی مونده سینما ایران باید برن و مثلا تماشا کنن؟ بنابراین اساسا مسئله کمک به سینما نبوده، اینها مجبور بودن به این فیلم ها مجوز بدن، ولی الان بر سر در واقع دیده شدن این فیلم ها هم سنگ اندازی میکنن. یعنی مسئله کاملا یک مسئله امنیتیه، کما اینکه رئیس سازمان سینمایی هم بعد از موضع‌گیری معاونش اومد گفتش که ما تابع قوه قضاییه و سازمان های امنیتی هستیم درباره بازیگران زنی که کشف حجاب کردن به قول خودشون. خانم معتمدداریا و باران کوثری که هر دو در این فیلم بازی میکنن از بازیگرانی هستن که در جریان خیزش زن زندگی آزادی در کنار مردم ایستادن و حجاب اجباریشون رو کنار گذاشتن. با وجود تمام تبعاتی که براشون داشته و نمونه آخر شما داریم در این فیلم میبینیم، چقدر این کار رو جسورانه و ساختار شکنانه میبینین شما؟ ببینید، من فکر میکنم تمام بازیگران زنی که حجاب اجباری رو کنار گذاشتن قید کارنامه حرفه‌ای خودشون رو زدن و این یک شهامت زیادی میخواد، اون هم در فضا و اتمسفر محافظه‌کار سینمای ایران که در طول 4 دهه اخیر به شدت توسط حکومت و دولت کنترل شده. این کنترلی در دهه 60 و 70 تا حدی فقط محدود به دولت بود، ولی در دهه‌های 80 و بعد به خصوص 90 دیدیم که پای نهادهای دیگه ای وسط اومد. یعنی حتی وزارت ارشاد بخشی از اقتدار خودش رو در حوزه سینما از دست داد. یعنی مثلا دیگه تنها متصدی سانسور نبود، نهادهای دیگه ای مثل حوزه هنری میگفتن ما این فیلم ها با وجود مجوز نمایش رو اکران نمی کنیم، و بعد نهادهای امنیتی و نظامی در قالب سازمان اوج و غیره و غیره وارد سینما شدن، فیلم تولید کردن، سریال تولید کردن. در چنین فضایی وقتی بازیگر زنی تصمیم میگیره که حجاب رو کنار
کنار بگذاره، میدونه که به احتمال زیاد دیگه قرار نیست تا وقتی جمهوری اسلامی پا بر جاست کار کنه. من به خانم ترانه علی دوستی هم اشاره کنم که ایشون 3 فیلم پی در پی در این 2-3 سال اخیر داشت، فیلم‌های مهمی هم بودن، ولی دقیقاً این کار رو کرد، یعنی دوره جدید کاری خودش رو به نوعی قربانی یک مسئله اخلاقی کرد. و این واقعیتش اینه که مسئله اخلاق و وجدانه در واقع این بازیگرانی که این کار رو کردن از سال 1401 و امسال هم با حضور بدون حجاب اجباری در محافل عمومی ادامش دادن این مقاومت خودشون رو، در واقع به یک ندای وجدان پاسخ دادن، به خاطر اینکه دیگه اساساً در چنین شرایطی وقتی که اینقدر علنی حکومت مردم رو سرکوب میکنه، تن دادن به حجاب اجباری میتونه یک مسئله کاملا ضد اخلاقی باشه. بله، سپاس از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما که همراه ما بودید. و یادآوری میکنم که میتونین با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشین. همچنین ویدیوها و گزارش‌های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که روی تصویر میبینین ارسال کنین. ویدیوهایی که برای ما میفرستین بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال است. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.